کتاب احیای پیام پنتیکاس فصل دوازدهم حیات یوحنا یک چار یوحنا سه رومیان هشت دو باید از سر نو مولود شوید خدمت کلیسا خدمت حیات است فرقی نمی کند که چقدر پایبند به اصول تعلیمی درست باشیم اگر خدمت حیات در کلیسا وجود نداشته باشد وقت تلف می کنیم. نوع بشر در گناهان و خطایای خیش مرده است. در یک نفر یعنی آدم همه مردند. خدا در قادش برنی به موسا فرمود از سر راه من کنار برو می خواهم تمام این قوم را حلاب کنم و از تو قومی بزرگ و عظیمتر از ایشان خواهم ساخت. موسا نزد خدا شفاعت کرد و خدا آنان را زنده باقی گذارد. ولی خدا بار دیگر این کار را در جلجتا از سر گرفت. آنگاه که عیسی مرد همه مردند. و اکنون در قیام او همه می توانند از مردگان قیام کنند. خدمت کلیسا خدمت حیات است یعنی برخیزانیدن مردگان. یوحنا یک چار را بخوانید. در او حیات بود و حیات نور انسان بود. این همان انجیل است. پیام پنتیکاس این است. این تصادفی نیست که اولین معجزه پس از واقعی پنتیکاس شفا دادن مرد لنگ نشسته بر دروازه هیکل بود در کلیسا لنگان بسیاری هستند که لازم است بر سر پاهایشان بیستند. ما باید خدمت حیات را در میانشان انجام دهیم. وقتی کلیسا در روح گام برمی و هوای خدا را استنشاق می کند و می گذارد نهر از وجودش جاری شود، آن وقت شاهد تغییر خواهیم بود. بیرون از کلیسای عیسی مسیح هرگز بیداری وجود ندارد چون کلیسا تنها وسیله این بیداری است. خدا در میان قوم خود زندگی می کند. صحبت از تشکیلات مذهبی نیست. ما داریم درباره خانواده الهی که از کسانی که تولد تازه یافتهاند و تشکیل شده صحبت می کنیم. یعنی کسانی که به واسطه قدرت عظیم خدا موجوداتی روحانی شده اند. هر بیداری که در طول تاریخ به وقوع پیوسته از طریق کلیسا بوده است. تمام حیات خدا که می تواند بر روی زمین عمل کند در دل ایماندار نهاده شده. خدا در ساختمان کلیسا یا سازمان و تشکیلاتی مشابه زندگی نمی کند. خدا در درون قوم خود زندگی می کند و کار کلیسا این است که به خدمت حیات بپردازد. من با چشمان خرد مرد لنگی را دیدم که جلوی در کلیسا گدایی می کرد. همینطور کلیسایی را دیدم که برای آن که به حیات خودش ادامه دهد مرتبا حراج خرت و پرت و شیرینی و مسابقه کانون شادی برگزار می کند تا با توسل به اینها مردم را به کلیسا بکشاند ما هیچ دینی به دنیا نداریم مگر بشارت انجیل و نباید برای بقای خود از آنها گدایی کنیم زمین و پری آن از آن خداوند است مزمور 24 یک. آنکه زمین را غصب کرده شریر است نما او میخواهد به زور هر آنچه را که به دو تعلق ندارد از آن خیش کند و ما پیش روی خود شیطان و تمام نیروهای جهنم را داریم. من مردی را به خاطر میآورم که با کاسه کوچکی در دست جلوی کلیسا نشسته بود. مدت چهل سال کار او این بود که جلوی کلیسا بنشیند و از افراد خواهش کند بگذاره آنجا بماند. او هیچ وقت نتوانسته بود بر پای خود بیستد اما دو مرد خدا از آنجا عبور کردند و خدمت حیات را در حق او به جا آوردن. او از جایش برخواست فریاد زنان شروع به دویدن کرد و دیگر از هیچ کس چیزی نمیخواست بلکه در عوض به دنیا اعلان میکرد که خدا او را از نو زنده کرده است. در عهد عتیق کسی که از نظر جسمانی عیبی داشت نمی توانست وارد محدوده هیکل بشود. اما وقتی حیات این مرد را لمس کرد به اولین جایی که قدم گذارد هیکل خدا بود. خدا او را زنده کرده بود. این کاری است که کلیسای امروز باید انجام دهد. باید نهرهای آب زنده از های کلیسا جاری شود. من خیلی سعی کردم که به آدمها شکل و فرم بدهم اما یاد گرفتم که با آدم مرده هیچ کاری نمی شود کرد. مرده نمی تواند صدای شما را بشنود. روزی داشتم در مراسم خاکسپاری مردی الکلی موعظه می کردم که خود را به ضرب گلوله از پا درآورده بود. در حال موعظه به جسد او که آرمیده بود نگاه می کردم. گویا او را یکی دو بار در کلیسا دیده بودم و تا حدی برایم آشنا بود. میخواستم سرش نعره بزنم که آیا نمیدانستی عاقبت الکل تو را خواهد کشت؟ اما چه فایده ای از نعره زدن بر سر یک مرده آید می شود؟ اگر می توانستم زندهش کنم و کنار تابوتش بنشینم، آن وقت می توانستم آنچه میخواهم به او بگویم. وقتی کسی را از مردگان برخیزانید، آن وقت می توانید با او صحبت کنید. در کتاب مقدس داستان نبی هست که خانواده ای در خانه خیش برای او اتاقی مخصوص تدارک دیده بودند تا هر وقت از آنجا عبور می کند در اتاق خود بیاساید. روزی نبی از زن خانه خواست که اگر آرزویی دارد بگوید تا اگر در حد توانش بود برای وی انجام دهد. آیا با پادشاه یا سردار لشکر کاری داری؟ و زن گفت که نه او را با پادشاه و در خانه پادشاه کاری نیست و او ترجیح می دهد که در میان قوم خیش ساکن باشد. اما ناگاه خادم نبی یادش افتاد که بچه ندارد از این رو پرسید یقین که پسرش پسری ندارد و شوهرش سال خورده است. نبی او را خواند و به او وعده ی تولد نوزادی را داد. زن در کمال ناباوری به نبی گفت به کنیز خود دروغ مگو. چرا که برای این زن قابل تصور نبود که بزرگترین آرزوی قلبیش جامعه عمل بپوشد. در اسرائیل زنی که نازا بود مورد سرزنش قرار می گرفت. به هر حال نبی کلام ایمان بر زبان راند و سال بعد پسری برای زن متولد شد. وقتی پسر هشت ساله شد روزی در اثر آفتاب زدگی بیمار شد و مرد. مادرش گریه کنان او را به اتاق نبی برد و بر بستر نبی خوابانید. آن وقت علاقی آراست و برای یافتن مرد خدا روانه شد. مرد خدا از فاصله دور او را دید و به خادمش گفت که به استقبال زن برود و بپرسد آیا مشکلی پیش آمده یا خیر زن خادم را نادیده گرفت و مستقیما به دیدار مرد خدا آمد و خیشتن را به پاهای او انداخت و گفت آیا پسری از آقایم درخواست نمودم نبی دانست که پسر مرده است و همین خاطر به خادمش فرمود که اسای وی را برداشته ببرد و بر جسد طفل بگذارد و خادم اطاعت کرد اما زن دست از دامن نبی بر نداشت. به حیات یهوه به به حیات خودم قسم که تو را ترک نکنم. دوم پادشاهان چار سی. تو کسی هستی که نبوت کردی و به بدن من حیات جاری کردی و قادرم ساختی که بچه دار شوم. در راه بازگشت به خادم نبی برخوردن که داشت باز میگشت. او گفت تفل بیدار نشد. آیه سی و یک. وقتی نبی رسید بر تفل دراز کشید و گوشت پسر گرم شد. آیه 34 نبی برخواسته در خانه یک مرتبه از این طرف به آن طرف خرامید و خدا را حمد گفت و آمده بر بدن پسر خم شد آیه 35 او سعی نکرد با پسر در مورد اینکه زیر آفتاب رفتن بدون کلاه کاری احمقانه از صحبت کند لزومی نداشت که با مرده حرفی بزند تا اینکه دوباره حیات به او بازگردانیده شد بعد از اینکه برای مرتبه دوم نبی خدا بر پسر خم شد پسر بچه عدسه کرده چشمانش را گشود. آیه سی کلیسا اگر میخواهد ابزار رسانیدن حیات به دنیا باشد باید خود از مردگان قیام کند و الا چگونه میتواند چیزی بدهد که خود فاقد آن است هیچ کس نمیتواند جلوی فردی را که با خدا در هماهنگی کامل به سر میبرد بگیرد تنها با کسانی میتوان حرف زد که زنده اند و زنده کردن خدمت اصلی کلیساست در او حیات بود و حیات نور انسان بود. عمری نسبتا طولانی از من گذشته است. من حدود 27 سال در محیطی زندگی می کردم که محیطی نسبتا مذهبی بود اما از نقطه نظر الهی شخصی مرده بیش نبودم. حتی نمی توانستم سخنان مردان خدا را بشنوم. باید پیش از آن که بفهمم انسانی گم شده ام به وسیله روح القدس زنده می شدم. ممکن است کلیسا علائمی حیاتی از خود نشان دهد ولی با این حال مرده باشد. شاید در واداشتن مردم به اطاعت و انقیاد خیلی هم موفق باشد ولی با وجود این از حیات توهی باشد من کلیساهایی سراغ دارم که برای آنکه که تمام جمعیت را در خود جای دهند هر یک شنبه چهار جلسه تشکیل می دهند با این حال همه ی آنها مرده اند شاگردان یحیی از عیسی پرسیدند آیا تو آن آینده هستی یا منتظر دیگری باشیم عیسی در جواب ایشان گفت بروید و را از آنچه دیده و شنیده اید خبر دهید که کوران بینا و لنگان، خرامان و ابرسان تاهر می‌گردد. لقاح 20 22 اینها علائم حیاتی است که باید کلیسا از خود به منصه ظهور برساند و حضور خود را به واسطه آنها اعلام کند. اگر ما این حیات را که از خدا نشأت میگیرد نداشته باشیم، در برابر تاریکی خلع صلاح هستیم. حتی اگر حداقل حتی آثار حیات وجود دارد موظفیم که آن را تشدید کنیم و افزایش دهیم کسانی هستند که میخواهند تعالیم خیش را به دیگران تفهیم یا به عبارت بهتر تحمیل کنند من مرتبا از طرف اشخاصی که میکوشند مرا تعمید مجدد دهند نامههایی دریافت میکنم من افرادی را دیدم که حس می کنند خدا آنان را فرا خوانده تا دستی بر ظلف آشفته الهیات بکشن و آن را مرتب کنند در حالی که دنیا دارد به سمت جهنم و هلاکت پیش می رود، این افراد بر سر اینکه انسان امروز از گناهانش پاک می گردد یا فردا بحث می کند. کلیسا باید از مردگان قیام کند. زندگی با مسیح آغاز می شود. کتاب مقدس می فرماید ما که زنده و تا آمدن خداوند باقی باشیم. اول تسالونیکیان 4.15 اگر ما که زنده ایم و تا آمدن خداوند باقی هستیم به آسمان نزدیکتریم تا به زمین آیا به همین خاطر باید به خدمت حیات بپردازیم؟ بشر در خطایا و گناهان خیش مرده است و باید زنده شود. عیسی مسیح خود حیات است، اما نه نماد همگرایی و نقطه اشتراک میان افراد است و نه پدیده ای روانشناختی که موجب انگیزش انسانها شود، بلکه زندگی هر فرد تنها در گروه شناخت اوست. از آنجایی که من تولد تازه یافته عیسی ایسا در من ساکن است. او در من زندگی می کند و می خرامد و خدمتی که من می توانم به مردم بکنم این است که حیات او را به آنها برسانم. کسی که به من ایمان آورد چنان که کتاب می گوید از بطن او نهرهای آب زنده جاری خواهد شد. در انجیل یوحنا باب هفت می بینیم که یهودیان برای برگزاری یکی از اعیاد خیش گرد هم جمع شده بودند. در طی این عید شمدانی را برپا می کردند که مظهر نور و آب بود که این دو خود مظهر حیات است. روز هشتم عید روزی بود که یادآور خشکی و بی آبی در دوران سرگردانی قوم در بیابان بود و زمانی که یهودیان دور هم جمع شدند عیسی در مقابل مزبح بر پا خواست ندا کرد و گفت من آن چیزی هستم که شمدان شما مظهر آن است من همان حیاتی هستم که آب مظهر آن است من حیات و نور هستم در من حیات است و حیات نور انسان است او به روی زمین آمد و آدمیان خدا را در او دیدن یوحنا گفت دست های ما او را لمس کرد بیش از آن هیچ کس نبود که بتواند خدا را ببیند و زنده بماند عیسی منشوری بود که قدوسیت بی انتهای خدا را آشکار نمود تا انسان بتواند خدای قادر مطلق را دیده زنده بماند و از پری او جمیع ما بهره یافتیم یوحنا یک شونزده ما به راستی می توانیم خدا را ببینیم تا مردم نتوانند خدا را آنطور که واقعا هست ببینند بیداری اتفاق نخواهد افتاد و برای اینکه مردم او را ببینند که لیسا باید خود را همچون ظرفی در اختیار وی قرار دهد شریر نمی تواند که را حلاق کند ایوب در روزگار خیش مردی کامل بود او مرد خدا بود و خدا در او زندگی می کرد او هر روز صبح قربانی به حضور خدا تقدیم می کرد یک روز صبح از خواب برخاست و دید که شتورانش رفتن. روز بعد بزهایش به سرقت رفتن و روز دیگر فرزندانش مردن. ناگهان یکی از ثروتمندترین مردان مشرق زمین مبدل به مردی فقیر و ورشکسته شد. او همه چیز حتی سلامتیش را از دست داده بود. کار به جایی کشید که در گوشه ای افتاد و با تکه ای صفوال شکسته دوملهایی را که از فرق سر تا نوک پایش بیرون زده بود میخراشید. خدا اجازه داد تا این همه واقع شود او به ابلیس گفت آیا در بنده من ایوب تفکر نمودی؟ ابلیس جواب داد تو گرد او به هر طرف حسار کشیده ای؟ خدا به شیطان گفت من این حسار را بر اینک همه اموالش در دست توست لیکن دستت را بر خود او دراز مکن ابلیس تمام ثروت و دارایی ایوب را از وی گرفت ولی ایوب گفت خداوند داد و خداوند گرفت و نام خداوند متبارک باد هیچ نیروی شیطانی قادر به هلاک کردن کلیسا نیست. تنها راه از دور خارج کردن کلیسا این است که خود دست به خودکشی بزند. وقتی کلیسا خود را مشغول و درگیر کارهایی کند که مطابق اراده خدا و در نقشه او نیست، این کار برای کلیسا به منزله خودکشی است. خدا در مورد ایوب به شیطان گفت: اینک او در دست تو است، لیکن جان او را حفظ کن. شیطان از ایوبی که با بدن پر از دومل در گوشه اش بیقرار افتاده بود و همان اندازه زمانی که وی فردی ثروتمند بود حراس داشت. این پول شما نیست که مایه وحشت شریر می شود. همینطور بزرگی یا زیبایی کلیسایی که در اختیار شماست برای او ترس آور نیست. شریر فقط از حیات می ترسد. هر چیزی که صورتی از زندگی در خود داشته باشد شیطان را می ترساند. ایوب زمانی که در گوشه ی حیات خانش افتاده بود و با تک سفالی بدن مبتلا به دوملش را میخراشید به همان اندازه حیات خداوند را در خود داشت که در دوران ثروت و داراییش تنها امید شریر این بود که ایوب را هلاک کند ولی خدا این اجازه را به او نداد به همین دلیل به سراغ زن ایوب رفت و گفت چرا از شوهرت نمیخواهی که دست به خودکشی بزند پس زن نزد ایوب رفته و گفت خدا را ترک کن لعنت کن و بمیر ایوب او را به خاطر حماقتش نهیب داد حیات خدا هنوز در ایوب بود به همین خاطر همچنان ابلیس با درد سر مواجه بود مادامی که ما حیات خداوند را در خود حفظ کنیم هیچ چیز برای کلیسای عیسی مسیح محال نیست آیات عجایب معجزات در عهد جدید برای توصیف معجزاتی که به وسیله عیسی مسیح به وقوع پیوست از سه واژه آیات عجایب و معجزات استفاده شده است نخستین آیتی که عیسی به ظهور رسانید تبدیل آب به شراب بود و شراب همیشه مظهر حیات بوده. در این معجزه عیسی برتری زندگی جدید در مسیح را بر زندگی کهنه دنیوی به ثبوت رسانید. من 27 سال برای شریر زندگی می کردم و اکثر مواقع در حزیز بودم تا در اوج. اما زمانی که این شراب نو را یافتم شروع به اوج گرفتن کردم. از تمام مشکلات زندگی هم صعود کردم و آنها را پیروزمندانه پشت سر نهادم. مسیح درست پس از قیامش بود که در راه امو با دو تن از شاگردانش همراه شد. آن دو با دلی افسرده و ناامید راه می پیمودن چرا که برایشان همه چیز به پایان رسیده بود. زندگی کهنه و فرسوده آنها در هم شکسته بود اما به همان شاگردان در روز پنتیکاس نگاه کنید که چطور از شراب نو حیات ابدی خدا نوشیده بودند دیگر نومیدی رخت بر بسته بود و شریر در زیر پاهایشان قرار داشت حیات جاودانی با بعد مسافت محدود نمی شود آیاتی که این حیات نوین به کلیسا می دهد، هیچ بعد مسافتی نمی شناسد ما می توانیم در چهار دیواری اتاقمان دعا کنیم و بر مردم تمام دنیا اثر بگذاریم. این حیات از دیوارها می گذارد و به آسمان رفته پایین می آید. همین نشانه ی حیات است. مردی از لویزیانا که در 150 مایلی شهر من قرار دارد به من تلفن کرد و در حالت هیستریک فریاد زد. خواهش می کنم برای همسرم دعا کن او دچار اختلال روانی شده و الان من او را در ملافه پیچیدم و منتظرم تا آمبولانس از راه برسد من از همان پشت تلفن شیطان را نهیب دادم و شیطان بلا فاصله زن را رها کرد بود مسافت نمی تواند ما را محدود کند تماس ما با تخت خدا دائما برقرار است در سرودی خانده که چنین نوشته خداوندا نمی خواهم مزاحمت شوم. چنین چیز غیر ممکن است ما به هیچ وجه مزاحم خدا نیستیم برای همه ما خطوط تماس همزمان با خدا فراهم است و در این مورد هیچ محدودیتی وجود ندارد آنگاه عیسی آمد در باب شش انجیل یوحنا میخوانیم که عیسی بعد از آن که به جماعت مردم خوراک داد شاگردانش را سوار بر قایق کوچکی شبانه راهی آن طرف دریاچه کرد آنان تمام شب پارو زدن ولی سر از هیچ جا در نیاوردن. کلیسایی که تمام هم مقام خود را صرف برگزاری مسابقات و بازی های کانون شادی و حراش های کلیسایی می کند درست مانند همین قایق سرگردان در دریای طوفانی است. این چنین کلیسایی حتی ذره ای به آسمان نزدیک نمی شود. شاگردان تمام شب را پارو زدن، به مذهب متوسل شدن، سعی کردن خودشان گلیمشان را از آب بیرون بکشند. اما سرانجام تسلیم شدند و پاروها را در قایق انداختن و منتظر شدند تا مرگ فرا برسد در همین اسنا عیسی خرامان بر آب از راه رسید و در حالی که بر آب راه میرفت به آنها گفت فقط به بالا نگاه کنید و نترسید ایمان داشته باشید و آن وقت هر آنچه که اکنون بالای سرتان قرار گرفته زیر پاهایتان قرار میگیرد حیات تابع قوانین طبیعی نیست خدا برای اینکه شفا دهد لزوما نه احتیاجی به تیغ جراحی دارد و نه قرص و دارو برای درمان فرد الکلی نه نیازی به آسایشگاه مخصوص دارد و نه برای افراد دیو زده محتاج به ژاکت مهار کننده مخصوص بیماران روانی دارد این حیات از قوانین طبیعی پیروی نمی کند بلکه از روی هر محدودیت و مانعی می پرد قانون جاذبه را در هم می شکند و شخص را آزاد می سازد حیاتی که من در موردش سخن می گویم این گونه است. این از خدمت کلیسا که حیات خداوند را به دنیای چشم انتظار برساند. ایسا فرمود از بعدهای شما نهرهای آب زنده جاری خواهد شد و هر آنچه که نهر لمس کند شفا خواهد یافت. تجربه سالهای متمادی موعظه کردن به من نشان داده که تمام تلاش ما برای این است که زنده بمانیم. مدتی با هیجان زیاد دست به کار می شویم ولی بعد از آن به سطح زندگی روزمره عقب رانده می شویم. وضعیت ما درست مشابه فردی است که بر تخت بیمارستان افتاده و سرم به دستایش وصل است و با دستگاه تنفس مصنوعی نفس می کشد. تنها کاری که این دستگاه می کند آن است که حداقل آثار حیاتی را در شخص نگاه می دارد. جدن که این تصویری دردناک از کلیساست. کلیسایی که خدا انتظار داشت های آب زنده از بطنهایش جاری شود و بر های این نهر درختانی قرص شوند که هر ماه نیوهی تازه بدهند و نفس حیات بخش به هوای این دنیا بدهند. اما حال به جای آن که کلیسا به دنیا نفس حیات بخش بدمد تنها قادر است واپسین های خیش را نگه دارد تا خود نمیرد. هر بار که روح القدس می جوشد و جاری می شود بلا فاصل ظرف های نیمه خالی آن را می بلعند و هرگز جایی برای دنیای مرده نمی گذارند تا از نهر روح نوشیده حیات یابد. سواجه کلیدی انجیل یوحنا را حتما به خاطر دارید. حیات، نور و محبت. انجیل یوحنا انجیل کلیساس چرا که حاوی همان لحنی است که در رسالات افسوسیان و کلسیان به کار رفته. یوحنا با کلیسا به مشابه یک موجود زنده که نفس میکشد و به دنیای پیرامونش شادی و حیات می برخورد می کند. حسقیال هم همین را دید. او کلیسا را در وجود نمونه عهد عتیقیش یعنی هیکل دید و مشاهده کرد که نهری از میان آن جاری است. ابتدا عمق این نهر تا قوزک پا می رسید. بعد به زانو و عاقبت آنقدر عمیق شد که باید در آن شنا کرد و هر آنچه که نهر لمس می کرد شفا میار. از این خدمت کلیساست عیسی در انجیل یوحنا باب هفت ندا کرد و گفت کسی که به من ایمان آورد چنان که کتاب میگوید از بطن او نهرهای آب زنده جاری خواهد شد این نهر در روز پنتیکاست جاری شد و وقتی بر آن 120 نفر فروریخ در همان روز 3000 نفر دیگر را هم لمس کرد و زنده ساخت. جاری شدن نهر در بابهای اول و دوم اعمال سبب شد که مرد لنگ خرامان گردد و پنج هزار نفر دیگر که در گناهان خیش مرده بودن حیات بیابند. تنها ملاک شناسایی کلیسا در طول قرون متمادی همین مطلب بوده است. کلیسایی که در خدمت حیات باشد کلیسای خداست. اگر کوران بینا، کران شنوا، لنگان خرامان و مردگان زنده شوند کلیسا کلیسای خداست. چه کلیسای قرن اول باشد و چه کلیسای قرن بیستم همواره و در هر زمینه سرانجام پیروزی از آن حیات است و چون او را دیدم مثل مرده پیش پایهایش افتادم و دست راست خود را بر من نهاده گفت ترسان مباش من هستم اول و آخر و زنده و مرده شدم و اینک تا ابدالآباد زنده هستم و کلیدهای موت و عالم انواد نزد من است مکاشفه یک هفته هجده. و در پیش تخت دریایی از شیشه مانند بلور و در میان تخت و گرداگرد تخت چهار حیوان که از پیش و پس به چشمان پر هستند. مکاشفه چهار شیش کتاب مکاشفه که نقطه اوج کتاب مقدس را تشکیل می دهد سراسر به پیروزی نهایی بره پرداخت است. با وجودی که پیروزی بره همه جانبه است ولی فاتح این کتاب به طور خاص پیروزی خود را در قالب من هستم زنده بیان می کند. و چهار موجود زنده در چهار طرف تخت معید زنده بودن تمام آن چیزهایی هستند که مظهرشان می باشن. پیروزی پیروزی حیات است. لحن خداوند حاکی از عظمت این پیروزی است. من هستم، زنده و مرده شدم و اینک تا عبدالاباد زنده هستم و های موت و عالم انواد نزد من است. این یعنی پیروزی حیات. این مطلب در مورد چهار موجود زنده نیست صدق می کند. سرانجام ما به آسمان خواهیم رفت و بر تخت خواهیم نشست این یک پیروزی عظیم است این همان پیروز، پیروزی است که به خاطرش مدتهای مدید درگیر کشمکش بوده ایم ای که در باغ عدن شروع شد و در مکاشفه ختم می گردد. باید توجه داشته باشیم که حیات اصلی ترین موضوع کتاب مقدس است درست است که کتاب مقدس به بخش های متعددی تقسیم بندی شده که هر کدام بر طبق توالی روحانی به دنبال هم آمده ولی از ابتدا تا انتهای آن یک موضوع حاکم است و آن موضوع حیات است که تمام چالش ها و مسائل مطرح شده در کتاب مقدس حول و حوش آن دور می زند. در ابتدای عهد قسمتی را مشاهده می کنیم که حکم مقدمه بر کل کتاب مقدس را دارد و سباب اول سپر پیدایش را شامل می گردد. این قسمت به معرفی کلی موضوع حیات و مناقشه بر سر آن می پردازد. آنچه که در باغ عدن اتفاق میافتد بر سر حیات یعنی حیات جاودانی است که در اینجا به صورت نمادین درخت حیات نشان داده شده. بدین ترتیب تخاصم و مجادله آغاز می گردد و در طول تاریخ کتاب مقدس ادامه پیدا می کند تا جایی که ما به نقطه پایانی برسیم. ولی در پایان درخت حیات پیروز است. اولین بخش اصلی عهدعتیق که از باب چهارم پیدایش تا آخر تصنیه را در بر میگیرد به شکلی جدید این موضوع را ارائه می کند. در ارتباط با حیات شاهد آزمونی هستیم که دیگر در سطح فردی اعمال نمی گردد بلکه ابتدا در سطح یک قبیله برگزیده و بعد در سطح یک ملت برگزیده انجام می شود. بخش اعظم این قسمت به ثبت وقایعی می گذارد که در خلال چهل سال سرگردانی در بیابان بر اسرائیل گذشت. آنچنان که میدانیم عدد چهل همیشه نشان دهنده دوره امتحان بوده و این بخش کشمکش یک قوم را بر سر مسئله حیات به ثبت رسانیده است در این بخش از کتاب مقدس حیات در ارتباط تنگاتنگی با کفاره قرار دارد یعنی مضمون اصلی در این قسمت کفاره است کاهن و مزبه نمادهای بارز این دوره عید بزرگ قربانی بزرگ تخت رحمت و پاشیدن خون همه و همه نقش مرکزی دارند. تمام موضوع حیات بر کفاره متمرکز شده و قوم با این معیار آزموده می شوند. در پایان این بخش قوم را در حالتی میابیم که مردن. همه ی قوم به جز دو نفر در بیابان حلاک می شوند. آنان در امتحان مردود می شوند و عمل کفاره بزرگ خدا شامل حالشان نمی کرده. دومین بخش از یوشع تا استر را در بر میگیرد و در اینجا امتحان حیات در رابطه با چیز دیگری است در حالی که هنوز موضوعاتی نظیر کاهن خون مزبه و کفاره بر جای خود باقی است بارزترین موضوع در این بخش اقتدار است این موضوع درست از همان ابتدای کتاب یوشع آغاز می شود. یوشع مردی را با شمشیر برهنه در دست می بیند که ایستاده و خود را سردار لشکر خداوند معرفی می کند. و یوشا را امر می کند که از او اطاعت محض کند. در این مرحله به خصوص مسئله اقتدار در قالب نمادهایی چون تخت، پادشاه و رهبر قوم ابراز می گردد که رابطه تنگا تنگ با موضوع حیات دارد. اکنون حیات هر کس بسته به حضور اقتدار الهی خدا در میان قومش است چرا که حاکمیت الهی بنابر ترتیبی مشخص و معین در میان این قوم برقرار شده است. همینطور که بخش های مختلف کتاب مقدس را پشت سر میگذاریم به بخش ایوب تا غزل غزل های سلیمان می رسیم و بعد از آن آخرین بخش از عهد عتیق یعنی اشعیا تا ملاکی را داریم که باز جنبه دیگر از همین موضوع را می بینیم. و این بار به صورت امتحان قوم در لبیک لب گویی به دعوت انبیا بگذارید کمی بیشتر این مورد اخیر را توضیح دهیم قوم اسرائیل به خطا رفتند و از خدا جدا شدند از این رو حیات روحانیشان رو به تحلیل و نقصان گذارده است. حال انبیا قوم را دعوت به بازگشت می کنند و اسرائیل با آزمون دعوت انبیا روبرو می شود. در اینجا نماد اصلی نبی است یعنی یک انسان و باز موضوع امتحان مسئله مرگ و حیات قوم است. چرا که قوم اسرائیل اصول حیات را زیر پا گذاشته و نقص کرده است. وقتی همه اینها را کنار هم میگذاریم می بینیم که تعلیم عهد در مورد حیات چنین است حیات در نهایت پری و کمال خود که از جانب خدا در انسان نهاده می شود، پدیده ای است اساساً بر عمل صلیب مبتنی است. هر قطع هم بر این نکته تاکید کنیم باز کم است که در طول تاریخ تنها یک موضوع بوده و هست که هم به خدا و هم به انسان مربوط می شود و آن موضوع حیات جاودانی است. حیات با تمامی پریش نخست بر صلیب و مفهوم صلیب استوار است من و شما تنها وقتی می توانیم این حیات را بشناسیم آن را از آن خود کنیم و در این حیات رشد کنیم که صلیب را پایه و اولین واقعیت زندگیمان قرار دهیم این مطلب باید در عمل جس بپوشد نه اینکه صرفا آموزه باشد که پذیرفته و بدان تن در داده ایم بلکه چیزی که نیروی عمل کننده در وجود ما به وجود بیاورد زیرا صلیب درست در نقطه مقابل آن رویدادی قرار دارد که در ابتدا اتفاق افتاد طبیعت انسان در باغ عدن بالکل دستخوش تغییر شد یعنی انسان مخلوقی شد متفاوت از آنچه که خدا از او انتظار داشت به یک بار همه چیز خراب شد و دیگر نه علاجی برای وی باقی ماند و نه شفایی حال اگر او میخواهد حیاتی را که از دست داده دوباره به دست آورد باید بمیرد و بگذارد انسان جدیدی که فکر خدا را دارد در او زنده شود این همان پیام صلیب است گناه انسان کفاره شده و بار گناه از دوش او کنار رفته و انسانی جدید از درون وی سر برآورده است آنگونه که در کتاب حزقیال نبی دیدیم نهر از مزبه جاری می شود و اصولا هرگز آن را ترک نمی کند. به همان اندازه که از یک طرف قانون مرگ مسیح در ما کار می کند، از طرف دیگر به همان اندازه نیز قوت قیام او در وجود ما در کار است و این دو با هم در تعادل همیشگی به سر می برند. هرچه مرگ امیق تر باشد، حیات جرفتر است. اما مسئله حیات تا همینجا ختم نمی گردد. بلکه حیات همانطور که به مزبح که نشانه تسلیم کامل به خداوندی مسیح است مربوط می شود در مقیاسی وسیع تر به اقتدار مطلق خداوند ربط پیدا می کند. در تمام طول دوره پادشاهی تا جایی که به مردم مربوط می شود همه چیز حول محور سلطنت می گشت. آن هنگامی که پادشاه مطابق با میل و نظر خدا رفتار می کرد تصور کنید که چه حیاتی جاری بود. به واپس این روزهای زندگی داوود و چهل سال سلطنت سلیمان نگاه کنید. چه دوره سرشار از حیاتی؟ وقتی تخت سلطنت دچار فساد گشت همه چیز زیر و رو شد. امروز هم باز امتحان حیات در ارتباط با تخت سلطنت است. منظورم کاملا روشن است. حیات بستگی تام و تمام به اطاعت کامل خانه خداوند از اقتدار وی دارد و این یک اصل واقعی است. لازم نیست فوایدی را که در اثر اطاعت عملی از خداوند نصیب کلیسا می شود بزرگ نمایی کنیم که خود فی نفس بزرگ هستند. وقتی پادشاهی وجود ندارد و هر کس هر چه در نظرش پسند می آید انجام می دهد، آن وقت دوره ای اصفناک است که در آن اثری از حیات نیست. حیات به مسئله اقتدار الهی که به وسیله خود خداوند برقرار شده پیوسته و وابسته است. اسرائیل هم این دوره اصفناک را تجربه کرد و دوره پادشاهی در تاریخ قوم اسرائیل به مرگ آنها منتهی شد. حتی سلیمان به بیراهه کشیده شد و نیک میدانیم که چه حوادث غمانگیزی به دنبال آن روی داد و همه اینها به خاطر آن بود که تخت مورد تعدی و حد حرمت قرار گرفت و اصل اقتدار زیر پا گذاشته شد. از آن پس دوره انبیا فرا می رسد. پیام این دوره چیست؟ در اینجا مردانی هستند که حامل پیغامی از طرف خدا هستند و میخواهند آن را برای قوم خدا بازگو نمایند این مطلب را با نگاهی به عهد جدید بهتر میتوانیم مشاهده کنیم در عهد جدید از انجیل متا گرفته تا رساله یهودا ما تمام این سه را با قرائن روحانیشان داریم و سپس در مکاشفه یوحنا همه آنها یک جا و به طور کامل جمع شدند اول از همه اناجیل هستند موضوع اناجیل چیست؟ هر یک از اناجیل پیامی متفاوت از دیگری دارد و به جنبه خاص پرداخته است. ولی مزمور یا موضوع واحدی در همه آنها مشترک است و آن موضوع تقدیم بره کفاره کننده است. خدا مسیح را همچون قربانی برای گناهان و کسی که گناه را بر دوش خود حمل می کند و واسطه میان انسان با خداست تقدیم نمود. در اناجیل حیات را در ارتباط با کسی می بینیم که خودش را همچون قربانی واسطه و رهاننده تقدیم کرده است. کل اناجیل در صلیب خلاصه می شود. بعد از اناجیل نوبت کتاب اعمال است که در آن تخت معرفی می شود و پادشاهی که بر عریکه تکیه زده تمجید می گردد. او بر دست راست حضرت اعلا در آسمان ها نشسته است و به دلیل آنکه عیسی بر تخت نشسته ببینید که در کتاب اعمال چه حیاتی جاری است. پنتیکاس نه های آب زنده از تخت جاری است. از رومیان تا یهودا ما هر آن چیزی را که مایه بنای قوم خدا می شود داریم. همه تعالیم، دستورالعملها و مکاشفاتی که در این رسالات آمده جنبه بنا کننده دارند و به حیات مبتنی بر سلیب مربوط می شود. حیاتی که به اقتدار و حاکمیت و ریاست کامل مسیح ربط پیدا می کند. سربودن مسیح موضوع اصلی همه این رسالات است و موت و حیات چنان که در رساله رومیان تصریح شده و مصداق آن در دیگر رسالات نیز آمده بسته به اتصال با سر یعنی مسیح عنوان گردیده است. ولی مبادا فکر کنید که حیات به صورت صرفا تصادفی افزایش مییابد تنها وقتی حیات افزوده می شود که ما امور خداوند را فرا بگیریم و نسبت به نوری که خداوند می افکند واکنش نشان دهیم. هدف از فراگیری تعالیم این است که نهایتا به بهره بیشتر از حیات دست پیدا کنیم تعالیم ما باید تعالیم زنده باشد این مطلب با بخش نبوتی عهد عتیق همخانی دارد انبیا هم آمدند تا فکر خدا را به طور کامل برای مردم منکشف سازند و بدین وسیله بر حیات آنان بیفزایند این حیات مبتنی بر سه عامل است نخست حیات بر واقعیت فعال صلیب در تجربه ما مبتنی است دوم حیات بر پایه حاکمیت مطلق و عملی مسیح به عنوان سردر زندگی ما قرار دارد یعنی صرف اینکه عیسی را خداوند بخوانیم کافی نیست چرا که او خود فرمود چون است که مرا خداوندا خداوندا میگویید و آنچه میگویم به عمل نمیآورید لوقا این کار ریاکاری محض است خداوندی یعنی تابعیت و سرسپردگی کامل به او سومی که حیات بر مبنای این اصل بزرگ که هر آنچه خداوند میخواهد بدانیم را فرا بگیریم و او این دانش را برای ما مهیا فرموده استوار است بدین ترتیب حیات ما بسته به دانش و شناخت ما نیز هست و از این جهت است که ما این رسالات را در اختیار داریم پولس رسول میگوید که مقصود خدا این است که ما به معرفت کامل پسرش گراییم همین شناخت مقدماتی خود حیات است و حیات جاودانی این است که تو را خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستادی بشناسند یوحنا با وجودی که این شناخت تازه آغاز کار است ولی عامل اصلی حیات افزونتر می باشد. در آخرین کتاب عهد جدید مکاشفه شاهد پیروزی حیات بر همه دشمنان هستیم. وقتی به سراغ کتاب مکاشفه می رویم همه را در سرتاسر سر آن می بینیم. سفر پیدایش و دیگر کتب در آن گرد آمدم و به همه آزمون ها پاسخ داده شده است. شریر پاسخ خیش را دریافت کرده برای همیشه از حضور خدا رانده می شود. گناه توسط برای بر زب شده جواب داده می شود. مکاشف پنج دوازده پاسخ هرج و مرج و اوسیان نیز داده می شود. پادشاه بر تخت خود نشسته و نور کامل در پیشگاه تخت در حال درخشیدن است. هفت چراغ آتشین پیش تخت افروخته و در میان تخت و گرداگرد آن چهار حیوان یعنی موجود زنده که از پیش و پس به چشمان پر هستند و نماد بصیرت معرفت و مکاشفه کامل هستند پیروزمندانه نشستن. مکاشفه چهار پنج شیش. این پیروزی است که به واسطه صلیب نصیب پسر شده است و زمان خداوندی روح القدس یعنی روح حیات است کتاب مکاشفه چکیده و اصاره کل کتاب مقدس است. در آن می توان حیات را به طور کامل و وافر دید، حیاتی که بر مرگ قلبه یافته است. و پس این تصویری که در آن به چشم می خورد این گونه است. نهری از آب حیات به من نشان داد که درخشنده بود، مانند بلور و از تخت خدا و بره جاری می شود. مکاشفه 22.1 تحلیل نهایی پیام پنتیکاس میگوید قوم خداوند باید مظهر قیامت از مردگان باشد اگر این پیام به راستی صحت داشته باشد پس ما با چالشی بزرگ رو در رو هستیم زیرا علت تمام تعارضات و کشمکش های این دنیا وجود همین حیات است شریر اگر بتواند دست به کاری میزند تا مگر انسان را از داشتن این حیات محروم و آنها را از به دست آوردنش دل سرد و ناامید کند هرچند در نهایت پیروزی از آن خداست ولی اکنون ما درگیر نبردی جدی هستیم یکی از مسائلی که کلیسا خود را با آن روبرو می بیند این است که باید با قیام خود تجسم پیروزی کامل مسیح باشد. به عبارت ساده تر قیام ایسای مسیح نبایستی تنها جزی از اعتقادنامه مسیحی بلکه بخشی از ماهیت وجودی فرد مسیحی باشد. و همین دلیل بوده که خداوند هیچگاه قومش را در مقابل دشمنی ها و مخالفت ها محافظت نکرده است. زیرا این کلیسا یعنی قوم خداست که باید مظهر قوت قیامت او باشد و با قیام خود قیامت مسیح را شهادت دهد. از این روز که اگر ما افرادی روحانی باشیم از چنان تجربیات مهیبی عبور می کنیم که اصلا امید زنده به در آمدن از آن تجربیات را فراموش می و گمان می کنیم که پایان کارمان فرا رسیده است. اگر در کتاب مقدس تنها یک نفر را به یافت که مصداق کامل این جمله بالا باشد باشد بیشک آن شخص پولس رسول است او پری حیات را می شناخت و همین حیات کینه و نفرت شیطان را برانگیخته بود ولی قیامت مسیح در او عملا متجلی بود و او را به پیش می برد این مرد یعنی پولس می توانست طوری از حیات حرف بزند که هیچ کس دیگر قادر به آن نبود اگر میخواهید لبه کلام پولس را نخست در مورد قیامت خداوند عیسی از مردگان و سپس درباره همین قیام به عنوان تجربه زنده ایمانداران در جملاتی خلاصه کنید بهترین جا این عبارت است بدانید که امید دعوت او چیست و کدام از دولت جلال میراث او در مقدسین و چه مقدار است عظمت بی نهایت قوت او نسبت به ما مؤمنین بر حسب عمل توانایی قوت او که مسیح را از مردگان برخیزانید و به دست راست خود در جایهای آسمانی نشانید. افسوسیان یک هجده تا بیست عظمت بی نهایت قوت او در قیام دادن مسیح از مردگان نسبت به مؤمنین چه عبارت فوقلاده ای کسی که این حرفها را میزند لابد نباید هرگز چیزی غیر از این را تجربه کرده باشد حالان که همان مرد میگوید ما از جان هم معیوس شدیم و در خود فتوای موت داشتیم اما تجربه او فقط این نیست آنچه که فتوای وی را کامل می کرد این است تا بر خود توکل نکنیم بلکه بر خدا که مردگان را برمیخیزاند دوم قرنتیان یک نو حالت پولوس حالت انتقال از یأس به تجربه قیام و از نقطه‌ای که به نظر پایان خط است به نقطه پیروزی می باشد. اینها را کسی می گوید که در سرتاسر سر عمرش با مرگ دست و پنجه نرم کرده و شرایط دشوار و دهشناکی را پشت سر گذرانیده است. خلاصه تجربیات تلخ او را که در رساله دومش به قرنتیان آمده بخوانید. در مرگ ها مکرر با وجود این او مظهر پیروزی مطلق حیات بر موت است. زندگانی که الحال در جسم می کنم به ایمان بر پسر خدا می کنم قلاتیان دو بیست این گونه باید شهادت داد و به همین دلیل است که خداوند اجازه می دهد قومش چنین تجربیاتی داشته باشند. او می گذارد که لیزا در وضعیتی گرفتار آید که به نظر برسد مشرف به معتز و همه چیزها خبر از پیروزی شیطان بدهد. ولی در آن هنگام کلیسا به پا خیزد و این بار قدرتمند تر از بار قبل به نبرد با شریر ادامه دهد. شهادت عهد عتیق در مورد قوم اسرائیل در مصر چنین است. چندان که بیشتر ایشان را ذلیل ساختن زیادتر متزاید و منتشر گردیدن. خروج یک دوازده. این اصل قیام است که نه تنها برخیزیم بلکه بیشتر از قبل متزاید شویم. حیات موضوعی است که در رابطه با خدا دارای اولویت و اهمیت ویژه است. هر چیزی که با خدا اجین است منعکس کننده این حیات می باشد. ماهیت فنا ناپذیر این حیات باید در وجود ما نیز جسم بپوشد. شهادت دادن صرفا به ارائه یک سری آموزه ها و تعالیم خلاصه نمی شود، بلکه شهادت این است. عیسی از مردگان برخواسته است و وجود ما آن را ثابت می کند. مقابله با شریر بسیار خوب و پسندیده است ولی نباید فراموش کرد که تنها هر به نبرد با شیطان رئیس موت همانا حیات است. با کلمات صرف نمی توان به او حمله برد. پاسخ مرگ را باید با حیات داد. کتاب مکاشفه عاقبت کار را بدین گونه به تصویر می کشد که همه آنانی که بر ضد خداوند علم تقیان برداشته اند تمام توان و قوه خیش را از دست می دهند و در هم شکسته و مقهور حیات می شود. حیاتی که بر مرگ غلبه یافته است. این کاری بس خطرناک است و مستلزم درگیری های بسیار و سپری کردن اوقات تلخ و نومید کننده است. ولی تنها راه شهادت دادن در مورد حیات این است تا به نبرد علیه آنچه که با حیات در تعارض است برنخیزیم. هرگز نخواهیم توانست ماهیت حیات را بشناسیم.